بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام خدمت شما. آغاز میکنیم جلسه دوم را، قسمت دوم میشن در ادامه بحث پروژه مدیریت پروژه. در جلسه قبلی دوستان عزیز ما صحبت کردیم روی مفاهیم کلی پروژه و تا ختم تا موقعی رسیدیم که ما رابطه با خود پروژه چی کردیم؟ صحبت کردیم، تعریف پروژه را هم به صورت شفاف و استراتژی خدمت شما عرض کردیم. حالا این جلسه را دوستان عزیز با ویژگی های پروژه شروع میکنیم، ببینیم که پروژه چی ویژگی هایی دارن. همانطور که میبینین که هر پدیده، هر مفهوم، هر ساختار از خود ویژگی ها دارند، ما هم در سطح پروژه میتونیم ویژگی های پروژه را به صورت درست چی کنیم، مورد بحث و توجه قرار بدیم. این یکی از پیش‌زمینه هایی میشن که ما بتونیم پروژه را به صورت درست چی کنیم بفهمیم. لااقل اگر شما نمیتونید بفهمین، ما از لابلای خصایص یا خصوصیات پروژه شما میتونید که پروژه را به صورت درست چی کنیم تعریف بکنید و خصوصیاتش را بفهمید. این باعث میشه که ما بیشتر چی کنیم وقوف علمی نسبت به پروژه و ساختارهای پروژه پیدا بکنیم. دوستان، از آنجا که ما بحث کردیم در جلسه قبلی، پروژه را تعریف کردیم، گفتیم که مجموعه از فعالیت‌هایی هستند که برای دستیابی به منظور خاص یا هدف خاص چی میشن؟ تعریف میشن. این تعریف پروژه بود. حالا ببینیم که پروژه چی خصوصیاتی دارن که ما پیش از اینکه وارد بحث‌های پیچیده دیگه پروژه بشویم، ما میتونیم اینها را چی کنیم؟ در ویژگی هایش چی کنیم؟ مورد بازپرس قرار بدیم، صحبت بکنیم که لااقل یک پروژه را که ما تعریف میکنیم از چه خصوصیات چیستن برخوردار است. اولین چیزی که اینجا وجود دارن موقتی بودن هست. دوستان، شما زمانی که میخواین که پروژه را تعریف بکنین، یکی از موضوعاتی که بسیار مهم هست موقتی بودن چیست پروژه هست. یعنی پروژه از یک جای آغاز میشن به یک جای چی میکنن خاتمه پیدا میکنن، یعنی از یک نقطه آغاز میشن به نقطه بعدی چی میشن ختم میشن. یعنی یک مدت زمان مشخص پروژه چی میکنه دنبال میکنن. اینطور نیست که شما پروژه را تعریف بکنین، پروژه را یک مسئله طول مدت تعریف بکنن که هیچ آغاز و انجامی نداشته باشن. پس ما میگیم پروژه یک از فعالیت و یک از خصایص این است که موقتی هست. حالا ما به فرض مثال فکر میکنیم که مضمون پروژیکت منیجمنت یا مدیریت پروژه به عنوان یک مضمون پروژه‌ای مطرح میشن، ما از ابتدا فصل اول شروع میکنم تا فصل آخر چی میکنم تمام میکنم، میشه که ما اینها رو به عنوان یک پروژه تعریف بکنیم. همچنان ممکنه شما روی پروژه سافت‌ویر کار بکنید، سافت‌ویر شما کار میکنید روی به فرض مثال از ریکوایرمنت گیدرینگ شروع میکنید، از جزئیات شروع میکنید تا ختمی که شما پروژه را کدینگ میکنید، آزمایش میکنید و مرحله تست و قرار میتین خدمت مشتریان. میتونین که اینها رو ما بحث بکنیم به عنوان چی؟ یک پروژه. پس پروژه موقتی هست، از یک زمان خاص آغاز میشد به یک زمان چی میشد خاتمه پیدا میکند، که اینها رو باید شما در ذهن و تتر کارهای خود قرار بدین. دوم، دارای هدف یا اهداف تعیین شده میباشن. دوستا، هر پروژه از خود پیش از پیش هدفی دارن و این اهداف معمولا ممکن است یک هدف باشه یا چندین هدف باشه که در طول تحقق پروژه ما اینها رو چی میکنیم؟ دنبال میکنیم. اگر پروژه دارای هدف نباشه، ما در ابهامات پیش میریم، نمیتونیم که پروژه رو چی کنیم؟ تکمیل بکنیم. پس چقدر خوب است که در طرح اولیه پروژه که شما نوشته میکنین یا مینویسین یا پیشنهاد میکنین، شما بتونید پروژه را اهدافش را به صورت مشخص، واضح و شفاف چی کنین؟ تعریف بکنین، که باعث میشه که شما بیشتر در سطح ساختار پروژه موفق باشین. اگر که تیم شما از اهداف پروژه و ساختار پروژه به صورت شفاف آگاهی داشته باشن، اینها کمک میکنه که همکاری اینها، هماهنگی اینها در جهت تحقق اهداف پروژه شما رو چی میکنه موفق میسازه. این یکی از نقطه های بعدی ویژگی های چی بودن؟ مدیریت خود پروژه بودن. همواره محدودیت های به پروژه اعمال میشن. ممکن است شما پروژه را که شروع میکنین از یک جا به جای دیگه، ممکن است محدودیت های وجود داشته باشه که باعث شون که پروژه گاه گاه به چالش کشانده شون و گاه گاه پروژه ممکن است سر راهش بعض موضوعات قرار بگیرن که شما نتونین به پروژه خوب برسین. پس وقتی اهداف درست تعریف میشه، محدودیت هایشون شناسایی میشه، ما در چارچوب اهداف و محدودیت ها میتونیم که پروژه رو چی کنیم موفق بسازیم. یعنی محدودیت هایی که در سطح پروژه تعریف میشن، کارشناسانی که در بخش پروژه است یا مدیر پروژه باید اینها رو چی کنن بیشتر مورد توجه قرار بدن تا تیمی که با مدیر پروژه یا با کوردینیتور پروژه همکاری میکنن یا در سطح کلان همکاری میکنن، پالیسازان در سطح پروژه هستن، اینها از محدودیت ها یا همان لیمیتیشن، در کلمه لاتین ما لیمیتیشن میگه، که شما چی کنید از این با خبر باشید. دارای چرخه حیات میباشن. همینطور که
هر برنامه در سطح پروژه دارای یک نقطه آغاز و ختم می باشد. ما چرخه حیات پروژه رو انشاءالله در مبحث های همینطور که ادامه میتیم بیشتر تعریف میکنیم، باز میکنیم که شما بتوانید چرخه حیات پروژه را بفهمین که پروژه وقتی که شروع میشه از یک حالتش در حالت استارت شروع میشه تا یک استاپ میشه ختم میشه، یک چرخه را چی میکنه؟ سپری میکنه. و در این مدت ما با مفاهیمی برمیخوریم، با ساختارهایی برمیخوریم که تا پروژه را در چرخه حیاتش چی میکنیم؟ کمک میکنیم تا به نتیجه برسه. نقطه بعدی که در ویژگی های پروژه مطرح میشه، هر پروژه پدیده یکتا است. به فرض مثال شما میخواین که یک سافت‌ویر طراحی بکنید، یک پروژه رو میخواین برای خودی وزارت تحصیلات عالی تعریف بکنین که یونیک باشه، این پروژه چی کار میکنه؟ سطح پلیجریزم در ورقا یا تحقیقات علمی چی میکنه؟ مدیریت میکنه. یعنی این پروژه یک پروژه یکتا هست در خود وزارت تحصیلات عالی که تا هنوز پیشنهاد نشده، جور نشده. ممکن است دانشجویانی که در سطح کامپیوتر ساینس درس میخوانند، تحقیق میکنند یا پروژه سازی میکنند، بیشتر اینها بتوانند که پروژه هایی که یونیک باشند، یعنی سودآور باشند، برایشان چی کنه؟ اقدام بکنند. و طرح اولیه برای ساخت چنین پروژه ها، برای اجرای این پروژه ها بسیار مهم هست که شما بتوانید که طرح اولیه را با امکاناتی که دارن بسازین تا یکتایی بودن پروژه را در سطح مدیریتی یا در سطح کمپانی های کلان چی کنین مورد توجه قرار بدین. نکته بعدی دوستان اینجا که هست، همواره با عدم قطعیت همراه هست. ممکن است شما در سطح پروژه وقتی که کار میکنین یا پروژه را مدیریت میکنین یا به عنوان پروژه منیجر فعالیت میکنین یا به عنوان تیم لیدر در سطح پروژه فعالیت میکنین، پروژه معمولا با یک عدم قطعی نیست، عدم قطعیت مواجه هست. ممکنه شما از یک نقطه آغاز میکنین به یک جایی میرسین که چالش ها به وجود میان، یعنی چیزی قطعی 100% ممکن است تحقق پیدا نکنن. اما در جهتی که شما ریسک ها را شناسایی بکنین، چالش ها را شناسایی بکنین که مدل پروژه را چی کنین موفق بسازین، این برای شما چی میشه؟ یک دستاورد بسیار کلان است که شما در سطح تحقق پروژه ها عدم قطعیت چی کنین؟ مدیریت بکنین. پس ما دوستا همینطور که رابطه به خصوصیات پروژه صحبت کردیم، اینجا بحث بیشتری هستن که ما با اینها چی میشیم؟ روبرو میشیم. و همینطور که دوستا ما روی ویژگی های پروژه صحبت میکنیم، هر پروژه دارای خصوصیات منحصر به خودش هست. چون پروژه ها یک از خصوصیات نیست که جدید باشه و نو باشه و یک تایی پروژه رو تعریف بکنه. و بعد هم ما صحبت کردیم روی همواره با عدم قطعیت همراه هست، یعنی یک چیز قطعی وجود ندارن. عدم قطعیت در پروژه ها چی میشه؟ مورد توجه قرار میگیره که اینها با دو مفهوم مدیریت میشه. یک مدیریت ریسک انشاءالله بحث میکنیم که در این مضمون مطرح شده هست، و مدیریت چالش هایی که در سطح پروژه هست، اینها یا آسیب هایی که ممکن است پروژه در جریان اجراییش که ما بخوایم پروژه تکمیل بکنیم، ریسک هایی که با وجود میان، اینها رو چی کنیم؟ مدیریت. بخصوص در بخش سافت‌ویرهایی که در چون شما دانشجویان بخش تکنولوژی هستین، شما باید بفهمین که اپلیکیشن هایی که کار میشه، سافت‌ویرهایی که هستن، این سافت‌ویرها یا پروژه های سافت‌ویر یا پروژه های آی‌تی رو شما چه قسم میتونین چی کنین؟ مدیریت بکنین و آسیب ها و ریسک هاش رو کنترل بکنین. هیچ پروژه به صورت قطعی نمیتونه که چی شون پیش از پیش تعریف شون. ممکن است عدم قطعیت در همه پروژه ها وجود داشته باشه، و بخصوص در پروژه های سافت‌ویر. که پروژه های سافت‌ویر چالشش اینجا هست که شما وقتی که روی ریکوایرمنت گپ میزنین، سایکل رو که از نقطه A به B تکمیل میکنین، و در این ممکن است در وسط A و B شما با یک چالش بر بخورین که برگشتن شما به نقطه A چی باشن؟ مشکل باشن. یا ریکوایرمنت که از نقطه A جمع میکنین به نقطه B میرسین، ممکن است ریکوایرمنت ناقص باشه. این یک چیزه، یک ریسک است، خطر است. ممکن است در این سایکل شما بودجه زیاد مصرف بکنین، ممکن است نیروی انسان شما مصرف شون، ممکن است شما خیلی از کارهایی که انجام دادن دوباره چی کنین؟ ریویو بکنین. که این متاسفانه یک چالش است در سطح چی؟ پروژه ها. همینطور دوستا ما گفتیم که خصوصیات پروژه در سطح خصوصیات پروژه دیدگاه واحدی وجود ندارن، ولیکن ما کوشش میکنیم در این مضمون که یک سلسله مشخصاتی که توافق نظر در سطح خصوصیات پروژه هست خدمت شما بحث بکنیم که این برای شما کمک میکنه تا این خصوصیات در همه پروژه ها شما چی کنین؟ جستجو بکنین. ممکن است ما از یک نگاه بحث بکنیم که پروژه موقتی هست، یعنی موقتی بودن پروژه یک از ویژگی های چه سب پروژه هست.
یعنی پروژه ممکن است لانگ لایف نباشه، یعنی طول مدت نباشه. پروژه ممکن است یک سال باشه، ممکن است 6 ماه باشه، ممکن است 2 ماه باشه، ممکن است 3 ماه باشه. یعنی یک مدت زمان، یک رنج مشخصه به خود چی میکنه؟ اختصاص میده. از این لحاظ ما میگیم که موقتی بودن در یک پروژه حتمی هست و وجود داره که نقطه A تا B یک زمان مشخص چی میشه؟ سپری میکنه. بحث بعدی دوستان هدف واحد هست. یعنی ضمن از اینکه پروژه ها موقتی هست، یک هدف واحده، یک پروژه چی میکنه؟ دنبال میکنه. نیست که یک پروژه چندین هدف دنبال بکنه. یعنی هدف واحد در پروژه. به فرض مثال شما یک سافت ویر میسازین که سافت ویر شما یا میخواین که سطح سافت ویر مثالش قبلا دادیم، ما میخواین که یک پروژه بخش سکیوریتی کامرا را در سطح کابل چیکنیم؟ تحقق بدیم. ما میخواین که در یک مدت زمان یک سال دو سال تمام ناحیه های کابل با سکیوریتی کامره های هوشمند چکنیم وصل بسازیم. پس هدف ما چیست؟ هدف ما هوشمند سازی امنیتی کامره ها هستند که در سطح کابل باید چکنن تحقق پیدا بکنن. این دوستا یکی از مثال های هستند که ما نیاز هم داریم در این جامعه که در شاگردان و محصولان که در سطح تکنولوژی فعالیت میکنن باید روی سیگنال پروسسینگ یا فار ایمیج کپشن، ایمیج پروسسینگ، پترن ریکگنیشن، اینها چی میشه؟ باعث میشه که شما بتونین پروژه های بخش امنیتی را در یک سطح ملی چی کنین؟ تحقق بتین. اگر پروژه دوستا هدف مشخص نداشته باشه، ما با چالش کشانده میشیم. یعنی شما باید بفهمین که پیش از این که شما کارهای خود انجام میتین، باید هدف واحد در سطح پروژه بین تیم هم تیمی های خود که در سطح پروژه کار میکنه شریک بسازین و هر مرحله پروژه رو شما باید تقسیم بندی بکنین بین افراد متخصصی که در جهت تحقق اهداف پروژه با شما چی میکنه؟ همکاری میکنه. این ویژگی واحد بودن یک پروژه بیانگر این واقعیت است که نتیجه نهایی پروژه محصول یا خدماتی است که از قبل وجود نداشته و برای به وجود آوردن از چی میکنیم؟ ما تلاش میکنیم. یعنی قبلا این نتیجه وجود نداشته، ما به خاطر که این نتیجه را به دست بیاریم، ما در جهت رسیدن به این نتیجه چی میکنیم؟ تلاش میکنیم. و همین طور که ما به نتیجه نزدیک میشیم، میفهمیم که حتما ما از یک نقطه شروع میکنیم به نقطه B. پروژه چیست؟ موقتی هست. این موقتی بودن پروژه چی میشه؟ طرح میشه. همین تو دوستا ما نو بودن پروژه را در اینجا چی کردیم؟ مطرح کردیم که پروژه ها معمولا ممکن است دوستا شما در پروژه های تحقیقاتی کار بکنین یا پروژه های به فرض مثال اقتصادی کار بکنین یا پروژه های تکنولوژیکی. عموما در پروژه های تحقیقاتی از نو بودن موضوع صحبت میشه. شما پروژه تکراری در سطح اکادمیک روش کار نمیتونید. به فرض مثال در کامپیوتر ساینس شما یک پروژه رو انجام میتین، این پروژه باید جدید باشه، نو باشه، تکراری نباشه. و این نو بودن از باعث ساخت یا ساختارهای بزرگ علمی و اقتصادی میشه. یعنی در کشورهای دیگه همیشه توجه میکنن تا پروژه ها را چیکنن؟ مفاهیم جدید وارد چرخه اقتصادی بسازن، وارد چرخه تکنولوژیکی بسازن تا بازتاب از منافع اقتصادی هم به جامعه داشته باشه و هم به نفع سازمان داشته باشه. پس ما مدیریت پروژه را در اینجا وقتی که بحث میکنیم، یک از خصوصیات مدیر پروژه این است که بتونه برای نو بودن پروژه ها، برای خلاقیت در سطح پروژه ها چیکنن؟ کار بکنن، که باعث میشه که ما تعریف خوبی در سطح پروژه ها چیکنیم؟ داشته باشیم. اما چیزی دیگری که در اینجا وجود دارن دوستان، اگر که ما نظر به ساختار تکنولوژی یا نظر به ساختار پروژه های اقتصادی، ما پروژه کنه را ادامه میتیم یا یک پروژه کنه قبلا طرح شده، ما میخواییم این طرح پروژه را انکشاف بتیم، این ممکن است به خاطر بعضی کاست هایی که در پروژه قبلی وجود داشته ما یک نوآوری بکنیم، با یک نوآوری خاص پروژه تکمیل بکنیم. اما در بعضی پروژه های مثل تکنولوژی که همیشه پروژه ها باید نو باشه. به فرض مثال فعلا در وزارت تحصیلات عالی خیلی از کانسپت هایی وجود داره که به عنوان یک پروژه میتونه که مطرح شوه و دانشجوها و افراد متخصص در سطح تکنولوژی فعالیت میکنه اینها رو چی کنه؟ به عنوان طرح اولیه، اما ساختار اولیه اینها رو پیشنهاد میکنه برای وزارت. وزارت اگر میبینه این پروژه واقعا پروژه عالی است، به نفع وزارت است، به نفع جامعه علمی است، چی میکنه؟ تصدیق میکنه که پروژه باید تحقق پیدا بکنه. اگر پروژه نو نباشه، در سطح وزارت کارهای صورت گرفته باشه که شما هم شکلش میخواین که ادامه بدین، این تا حد از لحاظ منطقی، از لحاظ ساختاری و اقتصادی قابل قبول نیست. پس شما همیشه کوشش بکنید که در بخش تکنولوژیکی روی مفاهیم جدید، پروژه های جدید چیکنین؟ توجه بکنید. و همینطور که ما روی عدم قطعیت هم قبلا صحبت کردیم دوستان، در اینجا گفتیم که در پروژه ها عدم قطعیت وجود داره.
که عدم قطعیت باعث میشه که شما خیلی از ریسک ها را پیش از پیش شناسایی بکنین و چالش ها را هم بشناسین تا از این نقاطی که آسیب میرسانه برای پروژه اینها را چی کنین؟ مدیریت بکنین. و مدیریت اینها برای شما کمک میکنه تا پروژه چی شوان؟ موفق شوان. و نقطه بعدی که در اینجا وجود دارن دوستان، منابع مورد نیاز که در پروژه استفاده میشه و این منابع مورد نیاز شما باید در پروژه تامین بکنین. یعنی ما ایتو نیست که در پروژه شما منابع مورد نیاز مورد توجه قرار ندین. یعنی در پروژه ما نیروی بشری نیاز داریم، ما سنجش اقتصادی نیاز داریم، سنجش بودجه نیاز داریم، سنجش به فرض مثال تجهیزاتی نیاز داریم تا اینها بتونه چیکونه کمک بکنه. و این منابع مورد نیاز پیش از پیش تیم مدیریتی پروژه چی میکنه؟ در طرح اولی خود میگنجانه که ما با چنین نیازها یا با چنین بجت یا با چنین نیروی انسانی نیاز داریم تا این چیکونیم؟ در تکمیل بکنیم. و نقطه بعدی اهداف پروژه هست که معمولا باید مشخص تعریف شن و اگر اهداف پروژه در قالب مفاهیم کلیدی تعریف نشن، پروژه در بین کسانی که کار میکنند یا هم تیم هستن نمیتونه پروژه رو چیکونه موفق بسازه. پس ما به صورت خلاصه میکنیم درس امروز دوستان، درس این ویدیو را که خصوصیات پروژه یکی موقتی بودنش بود، دارای هدف یا اهداف تعیین شده هست، همواره محدودیت ها به پروژه اعمال میشن که باید اینها رو با شما بسیار به دقت و شناسایی بکنید. دارای چرخه حیات هست خود پروژه، هر پروژه پدیده یک تا هست که از یک تایی پروژه از منحصر بودنش به خودش تاکید میکنه، همواره با عدم قطعیت همراه هست. دوستا شما که پروژه رو میخواین که بفهمین، این خصوصیات همیشه با خود داشته باشین و شما را با این ویژگی ها و این موضوعات امروز جلسه را خاتمه میتیم. شما را به خداوند پاک میسپارم تا ویدیوی بعدی و دیدن بعدی. خدا نگهدار.